در سال 191 میلادی بلاش پنجم 28مین پادشاه اشکانی بر تخت تیسفون تکیه زد. این شاهنشاهی بیش از 300 سال بود که بر پهنه گسترده‌ای از فلات ایران فرمان روایی می نمود. پارنی ها باشندگان کرانه خاوری دریای هیرکان نخستین ایرانی تبارانی بودند که پس از یورش اسکندر و پدید آمدن امپراتوری مقدونی با بزیر کشیدن آندروگراس فرمان روای سرزمین پارت به رهبری اشک یکم در سال 245 پیش از میلاد پادشاهی خود را بنیان نهادند. پیشینه کوچنشینی و ایل تباری پارنی ها بستری را فراهم ساخته بود تا آنان در اداره دولت خود افسون بر دیوان سالاری یونانی با پدید آوردن همبستگی میان ایل سالاران و شاهان بومی به ویژه دودمانهایی چون سورن، مهران، اسپهبد، اسپندیاز، زیک، وراز و کارن بنیان شاهنشاهی خیش را استوارتر سازند. اشکانیان با گسترش راه زرین ابریشم بازرگانی شرق و غرب را به هم دوختند و سبب بالندگی شهرهایی شدند که در امتداد این راه قرار داشتند. کالاها از دور دست‌ترین شهرهای چین و خوتن و هند به کرانه‌های مدیترانه و سپس از آبراهای رومیان به باختر جهان باستان می‌رسید. آنان به پشتوانه کشتزارهای پهناور سیستان، خراسان، قفقاز، میانرودان و خوزستان تپه‌هایی از گندم و جو می‌انباشتند. افزون بر این دولت اشکانی به یاری دامداران به ویژه پرورش دهندگان اسب و شتر ارتشی از سواران آراستند که تا آن روزگار همانندی نداشت. تقریبا در همه نبردهای اشکانیان سواران کماندار شالوده سپاهیان را تشکیل می دادند و سواران سنگین زره نیز در نوک پیکان آرایش هجومی قرار داشتند. افزون بر این از کاروانهای شتر برای جابجایی خار و بار و ساز و برگ لشکریان به کار گرفته می شد. سوارکاری و تیراندازی برجسته ترین هنر رزمیدن پهلوانان پارتی شناخته می شود. کمان برای پادشاهان اشکانی نماد نیرومندی و چیرگی است، چنانکه نقش کمان در بیشتر سکه های دوره اشکانیان دیده می شود. از هنگام هم مرز شدن امپراتوری روم و شاهنشاهی اشکانی، این دو برای چیرگی بر سرزمین های میان رودان و ارمنستان بارها و بارها رو در روی هم قرار گرفتند و شهرهای بسیاری میانشان دست به دست گردید. در زمستان سال 192 میلادی امپراتور جوان روم مارکوس اورلیوس کومودوس در پی دسیسه ای جان باخت. این رویداد سبب شد تا امپراتوری روم دچار آشوب های هنگفتی گردد، چنانکه بسیاری از تاریخ نگاران سال 193 میلادی را سال 5 امپراتور می خوانند. پرتیناکس که از فرماندهان و سناتورهای برجسته روم شناخته می شد، پس از مرگ کومودوس توانست بر تخت امپراتوری تکیه زند، اما فرمان روایی او به سه ماه هم نرسید و به دست نگهبانان ویژه امپراتور یا گارد پرتوریان کشته شد. این یگان ارغوانی پوش در برخی از بزنگاه‌های تاریخ روم نقش پررنگی فانموده است. در این هنگام سناتور سرشناس دیگری به نام دیدیوس جولیانوس با پرداخت رشوه هنگفتی به فرماندهان گارد پرتوریان با پشتیبانی آنان در 28 مارچ 193 میلادی خود را امپراتور روم خواند. با پیچیدن این خبر و گسیختن افسار قدرت در شهر روم، سه فرمانده بلند پایی ارتش روم با نام های کلودیوس آلبینوس،
سپتیمیوس سوروس و پسکنیوس نیگر به پا خواستند و هر کدام مدعی تاج و تخت امپراتوری شدند. هرچند سپتیمیوس و برادر او گتا فرمانداران دو بخش پانونیا و موئیزیا بودند، از این رو فرماندهی 4 لیژیون ارتش را در اختیار داشتند. او پیش از اردوکشی به سوی پایتخت برای آسودگی خیال از جبهه غربی نامه‌ای رهسپار آلبینو ساخت و به او پیشنهاد سازش نمود. سپتیمیوس به همراه لژیون 1 ارتش روم در کمتر از 2 ماه در حالی به نزدیکی روم می رسید که سنا امپراتوری او را به رسمیت شناخته و همچنین امپراتور خودخوانده جولیانوس را به مرگ محکوم کرده بود. او پس از آرام نشاندن آشوب‌های پایتخت نیروی گارد پرتوریان را برکنار و افسران قابل اطمینان خود را جایگزین آنان نمود. سپتیمیوس در بهار سال 194 میلادی بر دیگر هم‌آورد خود پسکنیوس نیگر چیره گشت و توانست آناتولی، سوریه و مصر را دوباره فرمان بردار روم سازد. او پس از آراستن لشکریان خود در انتاکیه به تلافی یاری رساندن فرمانداران آدیابن و آسرون به پسکنیوس در سال 195 میلادی به درون مرزهای اشگانیان اردو کشید و شهرهای اروها، آمد، کاره و نسیبیس را به خاک امپراتوری روم افزود. خبر این رویدادها تیسفون را به لرزه درآورد، چرا که فرمان روایان این شهرها همپیمانان مهم بلاش در مرزهای غربی با رومیان بودند. سپتیمیوس برای پایان دادن به کشمکش قدرت در پهنه امپراتوری روم میبایست واپسین رقیب خود کلودیوس آلبینوس را از میان برمی داشت. در فوریه سال 197 در حالی که او در سرزمین گل آلبینوس را شکست داده بود، سپاهیان اشکانی با محاصره نسیبیس در پی باز پسگیری این شهر بودند. سپتیمیوس با آگاهی یافتن از محاصره نسیبیس از راه آبی خود را به انتاکیه رساند. در این هنگام سپاهیان اشکانی با خبردار شدن از رسیدن پشتیبانی برای رومیان به سوی ارگ حترا عقب نشینی نمودند. این ارگ با برج و باروهای بلند خود یکی از راه بردی ترین پایگاه های اشکانیان شناخته می شد. آشفتگی لشکریان اشکانی در برابر فرمانده آزموده‌ای چون سپتیمیوس سوروس بستری را فراهم ساخت تا او بدون مقاومت چندانی خود را در تابستان سال 197 میلادی به دروازه های تیسفون رساند. هرچند بلاش پنجم پیش از اردوکشی رومیان به شوش گریخت. بسیاری از مردم بیپناه تیسفون نه تنها دارایی بلکه آزادگی خود را به یغما رفته دیدند. غارت این شهر و ناکامی دولت اشکانیان در پشتیبانی از همپیمانانشان نقش بسزایی در پایین آوردن جایگاه آنان میان دیگر فرمانداران اشکانی داشت. سپتیمیوس پس از 2 تلاش ناموفق برای دستیابی به ارگ حترا اندک اندک با مشکل فراهم کردن آذوقه برای لشکریانش روبرو شد. بنابراین دست از اردوکشی خود در میان رودان برداشت و راهی نسیبیس گردید. در پی پیمان نامه انتاکیه که در سال 202 میلادی میان دولت اشکانی و امپراتوری روم برقرار شد، بلاش پنجم فرمان فرمایی رومیان را در ارمنستان و فراز میان رودان به رسمیت شناخت.
بسیاری از تاریخ نگاران پذیرش این قرارداد را نقطه آغازی برای پایان شاهنشاهی اشکانیان می دانند. پیچیدن این خبر در مرزهای اشکانی بستر نارامی های گسترده ای را فراهم نمود، چنانکه در سال 205 میلادی بزرگ زمینداری به نام پاپک در برابر گوچهر فرماندار پارس به پا خواست. پاپک در استخر پای تخت نشین آن روزگار پارس جایگاه ویژه‌ای داشت، چرا که او موبد نیایشگاه آناهیتا بود و بسیاری از جنگجویان بومی پارس این ایزد بانو را گرامی می داشتند. پاپک با گرد هم آوردن هواداران خود در اندک زمانی گوچه را از تخت به زیر کشید. او به یاری پورانش شاپور و اردشیر بر دژ دارابگرد چیره گشت و در سال 205 یا 206 میلادی با بنیان نهادن پادشاهی خود در پارس از شاهنشاهی اشکانیان اعلان استقلال نمود. با درگذشت بلاش پنجم در سال 208 میلادی فرزند نخست او بلاش ششم بر تخت تکیه زد، اما دیری نپایید که اردوان برادر کوچکتر او مدعی تاج و تخت شد. این نابسامانی ها با مرگ امپراتور روم در سال 211 فزونی یافت، چرا که دو فرزند سپتیمیوس نیز برای جانشینی او در برابر هم قرار گرفتند. هرچند کاراکالا در پی دسیسه‌ای برادرش گتا را از میان برداشت و به تنهایی افسار قدرت را در دست گرفت. تا سال 213 میلادی اردوان با لشکرکشی‌های پراکنده‌ای توانست دامنه فرمان روایی خود را گسترش دهد و این در حالی بود که بلاش تنها بر شهرهای اندکی از میان رودان چیرگی داشت. با تقسیم شدن شاهنشاهی اشکانیان میان این دو برادر بستری فراهم گشت تا کاراکالا در اندیشه اردوکشی تازه‌ای به سوی مرزهای ایران گردد. او پس از رسیدن به انطاکیه گروهی را با هدایای فراوان روانه دربار اردوان ساخت و پیشنهاد نمود تا دخترش را به همسری او درآورد. اردوان نیز برای رسمیت بخشیدن به پادشاهی خود پیشنهاد امپراتور روم را پذیرفت. پس این دو در نزدیکی شهر نسیبیس به دیدار هم رفتند. اما رومیان با ناجوانمردی تلاش نمودند تا همه میهمانان خود را از دم تیغ بگذرانند. هرچند اردوان و شماری از همراهانش توانستند از این دام جان پدر برند. او پس از بازگشت برگ خیش با خرج هنگفتی در کمتر از چند ماه سپاهی گران آراست و ره سپار سرزمین هایی گشت که نیاکانش بر آنها فرمان می راندند. کاراکالا در 8 آپریل 217 در حالی که آماده اردوکشی به سوی میان رودان بود، در شهر اروها با توطئه ماکرینوس فرمانده گارد پرتوریان کشته شد. پس از این رویداد ماکرینوس خود را امپراتور روم خواند و با فرستادن پیکی تلاش نمود تا اردوان را از اردوکشی به سوی شهر نسیبیس باز دارد. اردوان خواستار همه شهرهایی بود که رومیان پیش از این از شاهنشاهی اشکانی جدا ساخته بودند. از این رو گفتگوها بی نتیجه ماند و سپاهیان دوسو در تابستان 217 در نزدیکی نسیبیس رویاروی هم قرار گرفتند. شمار لشکریانی که در این نبرد شرکت جستند روشن نیست،
اما هرودیان و دیون درباره چگونگی آرایش یگانها و روند جنگ گزارش هایی بیان داشتند. به گفته دیون، نخستین درگیری میان دو لشکر برای دستیابی به چشمه‌ای در نزدیکی شهر نسیبیس روی داد که در پیان سپاهیان اشکانی توانستند این جایگاه راه بردی را از آن خود کنند. در روز نخست نبرد، سپاهیان روم با آرایش همیشگی خود که در آن لژیونرها در کانون و سواران در دوبال سپاه قرار می گرفتند، گام بر کارزار نهادند. هرچند رومیان از نبردهای پیشین خود با اشکانیان آموخته بودند که با یگانهایی از زوبین اندازان پدافند پیاده نظام خود را تقویت نمایند. در سوی دیگر انبوهی از سواران کماندار ستون نخست سپاهیان اشکانی را پیش می برد و سواران سنگین زره نیز آنان را پشتیبانی می نمودند. افزون بر این شتربانانی با زوبین و نیزه سنگین سواران را همراهی می کردند تا در جنگ و گریزها پدافند بهتری حاصل شود. با تابش نخستین پرتوهای آفتاب، ستون پیشتاز اشکانی با طوفانی از توسن و بارانی زتیر بر پیشانی سپاهیان روم تاختند تا در موج دوم سواران سنگین با گام‌های هماهنگ دیواری از آهن و اسب را بر سینه سپاهیان روم بکوبند. در این شیوه نیروها پس از وارد آوردن ضربه سهمگین خیش به عقب بازگشته و با موج‌های پی در پی این رزمایش را تکرار می‌نمودند. هرچند که این راه برد آسیب‌های هنگفتی به رومیان وارد آورد، اما آنان نیز با ریختن چنگک‌های فلزی بر روی زمین توانستند بسیاری از سواران اشکانی را در مسیر بازگشت از میان بردارند. برتری سپاهیان اشکانی در برد بالای کمان و چالاکی در جابجایی بود. بنابراین رومیان تلاش می‌کردند تا با پیشروی در دوبال جبهه خود دامنه رزمایش سواران را بکاهند. این راه برد انبوهی از کشتگان را بر دوش هر دو سو نهاد و به سرانجامی نرسید. روز دوم نبرد همچون روز نخست بی نتیجه ماند، اما در سومین رویارویی اردوان بران شد تا با شمار بیشتری از سنگین سواران به دو پهلوی سپاهیان روم فشار آورد. رومیان نیز با سازمان دادن ستونی بلند از دور خوردن یگانهای خود جلوگیری کردند. هرچند به سبب کاهش یافتن شمار نیروهایشان و باریک شدن خط پدافندی تلفات سنگینی متحمل شدند. سه روز نبرد جانکاه سپاهیان دوسو را خرد و خسته ساخته بود، اما اشکانیان به سبب داشتن سواران بیشتر در موقعیت بهتری قرار داشتند. از این رو ماکرینوس با فرستادن پیکی به سوی اردوان به او پیشنهاد نمود تا با پرداخت زیان دست از جنگ بردارد. در سوی دیگر اردوان نیز می دانست که با سپاهیان باقی مانده خود توان بازپسگیری نسیبیس را نخواهد داشت. بنابراین با دریافت غرامت هنگفتی دست از جنگ کشید. پس از نبرد نسیبیس در سال 217 و از دست رفتن بسیاری از سواران آزموده اشکانی، توان نظامی اردوان به شکل چشمگیری کاهش یافته بود. از سوی دیگر او برای چیرگی بر سراسر مرزهای اشکانیان میبایست دو رقیب دیگر خود را از میان برمی داشت. در این هنگام اردشیر فرزند دوم پاپک بیش از 5 سال بود که پس از درگذشت پدرش بر سرزمین‌های پارس فرمان می‌راند. او از نوجوانی در دژ دارابگرد با دانش جنگ آشنایی یافته بود و فرمانده آزموده‌ای بر شمارده می‌شد. افزون بر این اردشیر با جانشین گشتن پاپک در نیایشگاه آناهیتا
به جایگاه والایی در میان موبدان و جنگ سالاران رسید که سبب شد بنیان پادشاهی او استوارتر گردد. اردشیر بابکان میان سالهای 212 تا 223 میلادی با راهبرد سازش یا جنگ توانست شماری از فرمانداران دولت اشکانی را همپیمان خود سازد و یا آنان را سرنگون نماید. در همه این سالها تلاش‌های اردبان برای شکست و یا جلوگیری از اردوکشی‌های اردشیر ناکام ماند. اکنون دامنه فرمان روایی او در نیم روز ایران چنان گسترش یافته بود که دیگر نه یک شاه یاغی بلکه بزرگترین چالش برای تاج و تخت شاهنشاهی اشکانیان شناخته می شد. چیرگی اردشیر بر سرزمین های خوزستان و میشان اردوان را برانداشت تا با همه توان شورش شاه پارس را آرام نشاند. پس این دو در بهار سال 224 میلادی در آوردگاهی به دیدار هم رفتند. امروزه از این نبرد با نام هرمزدگان یاد می شود، اما جایگاهی که در آن جنگ در گرفته به درستی روشن نیست. در رویدادنامه آربلا به نامی مانند گلپایگان و در گزارش های بلعمی به دشت پهناور رام هرمز که در نزدیکی این شهر قرار دارد اشاره شده است. شمار لشکریان اردشیر را تا 10,000 سوار و سپاهیان اردوان را نیز اندکی بیش از آن بیان داشتند. هرچند اردشیر پیش از رسیدن هماورد خود به کارزار نیروهایش را بر بلندی‌های دشت سازمان داد تا از جایگاه بهتری برخوردار گردد. این رویارویی یکی از بزرگترین چرخشگاه‌های تاریخ ایران شناخته می‌شود. هرچند که درباره روند جنگ گزارش چندانی در دسترس نیست، اما به گمان بسیار در این نبرد نیروهای اردشیر با پهلو گرفتن از سپاهیان اشکانی توانستند که آنان را به دام بیندازند و چه بسا اردوان را نیز در این کارزار از پای درآورند. پس از این پیروزی اردشیر فرزند پاپک از دودمان ساسان خود را شاهنشاه ایران خواند و برای نمایش چیرگی خیش فرمان داد تا نقش برجسته هایی از سرانجام این جنگ بر سینه ستبر کوهساران کنده شود. اما اردوان چنان که بر این سنگ نگاره ها بر خاک افتاده است، بر خاک افتاده نیست. او واپسین نشکی است که از شاهنشاهی اشکانی بر سپاهیان روم چیره گشت. هرچند که بلند بختی آن را نداشت تا یک پارچگی سرزمین خود را بازگرداند، اما این دستاورد او مرزهای باختری را برای مدتی آرام نگاه داشت و بستری را فراهم نمود تا اردشیر بیشتر استانهای اشکانی را فرمان بردار خود سازد. سنگ نگاره اردشیر در نقش رستم نمایانگر لحظه تاجگذاری اوست که در حال ستاندن دیهیم پادشاهی از دستان اهورامزدا دیده می شود. گویی اردشیر می کوشد تا بینندگان این نگاره او را برگزیده اهورامزدا و تاج و تختش را ایزدی بدانند. در این نقش برجسته اردوان و اهریمن به شکل نمادینی زیر سم اسبان آنان در حال لگد مال شدن هستند. در همه سنگ نگاره های بر جای مانده از اردشیر، پیکر او هم اندازه با تندیس اهورامزدا تراشیده شده تا جایگاه او به عنوان پادشاه برگزیده ایزدی رسمیت یابد. اردشیر با همراهی فرزند خود شاپور اردوکشی های خود را به سوی فراز میان رودان ادامه داد و به گمان بسیار تا سال 227 میلادی بر شهرهای هیره، سلوکیه و تیسفون چیرگی یافت و به فرمان روایی بلاش در میان رودان پایان داد.